أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد ملكوت حيواني و ملكوت حيوانات نکات رو عرض کردم، در مورد میمون مطالب رو عرض کردیم و ویژگی هاشو گفتیم. حالا در برخی روایات نکاتی گفته شده، این روایات رو ببینیم و ببینیم که به چه نحویست، یعنی وضعیت میمونی چه مدلیه. این از اون روایات معروفه که قبلا یه اشارهی بهش کردم، شاید دو سه باری به این اشاره کردم، متن روایات رو نخوندیم تا حالا. ابو بصیر میگه که من یک سال با امام صادق علیه السلام حج رفته بودم، فلما کنا فی الطواف، ما در طواف بودیم، قلت له جعلت فداک یا ابن رسول الله. این تعابیر مختلفه، حالا منم روایت مختلف رو میخونم، ای خودم تا توفیق بده تعابیر رو ببینیم که به چه نحویه. میگه گفتم که فداتون بشم آقا جان. یغفر الله لهذا الخلق، خدای مخلوقاتو میبخشه. تو حج بودیم دیگه، این همه حاجی. فقال یا ابا بصیر ان اکثر من ترا قردتون و خنازیر. حضرت فرمودن ابو بصیر اکثر اینایی که میبینی میمون و خوکن، اینا حاجی نیستن. میگه قلت لو ارنیه، بهم نشون بده. حالا ابو بصیر کلا لقب ابو بصیر برای افراد نابیناست. حالا اینجا احتمالا منظور اینه که اینکه میبینی یعنی احساس میکنی افرادی که دور و برت، یعنی که حضورشون احساس میکنی، اینا آدم نیستن. میگه گفتم خب نشونم بدید، نشون داده ملکوتی، از همون جنس اون رفیق ما که به اینا رفیق نشون داده بود. قال فتکلم بکلمات، میگه حضرت کلماتی رو گفتن. ثم امر یده علی بصری، دستش رو چشم من کشید. اونجا اون قفندر دست میکشید، این طرف دیگه چشمش بسته میشد از دیدن این مسائل و فهم این حقایق. اینجا از دست کشیدن پرده کنار رفت، دست میکشن پرده میدازن، دست میکشن پرده برمیداره. این از دست کشیدن چشمم و فرعیتو هم قردتن و خنازیر، دیدم نه همه میمون و خوکه. فحال نیزالک، خیلی منو به هول انداخت، هول شدم وقتی میدیدم. فم امر یده و علا بسری، دوباره ازت دست کشتن رو صورت من. فرعی تو هم کما کان و فلمرت الاولا، دیده همون جوری که قبلن بوده. حضرت فرمودن یا ابا محمد انتم فلجنت تهبرون، شماها تو بهشتید نمیرید، شماها تو بهشتید، همین الان تو بهش متنعمید، تو بهشتی، تو به خودت نگاه نکن، تو آدمی، تو انسانی، اینا تو بهش نیست، اینا از ولایت خارجن، اینا اعتقاد به ولایت امام صادق علیه السلام نداشتن. و بین اطباق نار تطلبون، شما رو تو طبقه های جهنم دنبالتون میگردن. فلا توجدون، پیداتون نمی کنن اونجا، هیچ سرنخی تو جهنم از شما نیست، نه تو فعل، نه تو صفات، نه تو ذات، اونجا یافت نمیشید، چیزی از شما نیست. والله لا یجتمع فی النار منکم ثلاثه، به خدا جمع نمیشن از شما تو آتیش سه نفر، لا والله ولا اثنان، نه به خدا دوتاتونم تو جهنم جمع نمیشن، لا والله ولا واحد، نه به خدا یکیتونم تو جهنم نیست، هیچ کدوم شما تو جهنم نیستید. اینایی که نفسشون رو به امام معصوم سپردن و برنامه‌ای که او داشته برای ابدیت اونو پیاده کردن و اجرا کردن، بر اساس اون مشی کردن، اینا تو جهنم پیدا نمیشه. یه روایت دیگه ای داره، اینم جالبه، که در کتاب الهدایت الکبرا، اون قبلی در وسایل و درجات جلد 1 صفحه 270 بود، این یکی در الهدایت الکبرا صفحه 224. اینم روایت جالبی است، داره که یکی از شیعیان اهل بیت وارد بر امام سجاد علیه السلام شد، گفت یا ابن رسول الله، خیلی نکته داره،
خیلی برای روز ما، روزگار ما خوبه. و آقا جان ما فضلنا علی اعدائنا، فضیلت ما به دشمنامون چیه؟ این تو دل یه وقتی خالی میشه وسوسه است اینا. و نحنو و هم سوا، ما اینا که یکسانیم، بل من هم من هو اجمل و منا، بعضی از اینا که از ما خوشگلترن و احسن و ادب و ادبشون از ما بیشتره و اطیب و رائحتن، بوی بهترم میدن، قانونشون بهتر رعایت میکنن، نظمشون بهتره، دزدی اختلاسشون کمتره، دروغ کمتر میگن مثلا. فما لنا علیهم من الفضل، فضیلت ما بر اینا چیه؟ میگم امام سجاد علیه السلام فرمودن که تورید و ان اوری یک فضلک علیهم، میخوای فضیلت تو به دشمنا نشون بدم به ببینی فضیلت تو بینه چیه؟ گفتم بله. حضرت فرمودن ادنو منی، بیا جلو. میگه جلو اومدم و فاخذ بلهیته، یه دست گرفتن به محاسنشون و مسح عینی، چشماشون رو مسح کردن و رب وح به کفهی علا وچه، با دست رو صورت خودشون کشیدن یا با دست به چشم. حالا این احتمالش هم هست که کلن بر اون شخص باشه، به لحیتهی یعنی اون شخص رو دست به محاسنش کشیدن و دست به چشماش کشیدن و بعد با کف دست رو صورتش، این بیشتر بهش میخوره، با دست رو صورتش رو کشیدن و فهمدن انظر ما ترا، ببین چی میبینی. فنظر الی مسجد رسول الله، یه نگاهی کرد مسجد پیغمبر و کسایی که توش بودن و با اینکه تو خونه حضرت بود، از تو خونه حضرت مسجد پیغمبر رو دید، دید که الا قردتان و خنازیر و دبون و ذب، همه اینا که تو مسجد پیغمبرن یا میمونن یا خوکن یا خرسن یا سوسمار، این چهار تا رو دید. نه هر کدوم توضیحات داره چرا این چهار تا ببینن. گفت رد جول تو فدا رد دنی کما کنت، فدا تو میشم، منو برگرم همونجور که بودم. فاین نهازا نظرون صعبون، خیلی سنگینه، من نمیتونم ببینم. حضرت دست کشیدن چشمش برگشت به حالت قبل، گفت فضیلت ما چیه؟ اینو حضرت بهش نشون داد. خب در مورد اون بحث چیزام که جلسه قبل اشاره کردم، یحشر المکذبون به قدر الله، من صدوق در صواب الاعمال نقل میکنه، کسایی که تقدیر الهی رو تکذیب میکنن اینا از قبراشون در میان به شکل میمون و خوک. خب روایت دیگه ای داره با همون مضمون که یحیی ابن زکریا اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا ما فضیلتمون به دشمنا چیه؟ اینا فضیلت امیرالمومنین رو انکار کردن، ما درش شک نداریم، اینا وضعشون بهتره، پولشون بیشتره، لباسشون قشنگتره، زندگیشون خوشگلتره، تکنولوژی امکاناتشون بیشتره، که حالا باید فایل چیزو به این بنده خدا میدادن گوش بده، واقعیت جذابیت رو دیگه، حالا امکانات هم بود اون موقع و اینا بشه بودن داره عوض شه دانلود کنه، حضرت اتمالا یه جون میفهمدن بهش. ولی خب امام صادق هم دیگه ملکوت نشون میده، میگه امام صادق اصلا عصبانی شدن و فهمونن که میخوای بهت نشون بدم فضیلت شما بر این خلق منکوس چیه، این آدم های در به در و واژگون. گفتم بله. میگه حضرت دست کشیدن رو چهره منو، این مرحوم علوی در مناقب نقل کرده، حضرت فرمودن انظر الیه، بینا نگاه کن. میگه نگاه کردم یه جماعتی علا باب عامل المدینه من قبل بنی امیه، یه تعدادی از بنی امیه جلو در مدینند و همشون قرده و خنازید و کلاب و ذئاب، میمون و خوک و گرگ و سگ، اینا چون درنده بودن این شکلی دیده، اونا چون خزنده بودن سوسمار رو اینا دیده بود، اونا فرصت طلب نبودن، اینا میدریدن، اونا دنبال فرصت میگشتن، چون خرس و سوسمار شکلی هن دنبال فرصت میگردن، ولی سگ و گرگ این شکلی نیستن، میزنن به خط، خلاصه اینا این شکلی دیده بود. میمون و خوکش هم که تو همش مشترک. فقال تو یبن رسول الله هذا والله امر عظیم منکر، آقا به خدا خیلی سنگینه، الله الله ردنی، شما رو خدا، شما رو خدا من برم گردین، الا ما کنتو و الا زال عقلی، وگه نه عقلم میپره. گاز دوباره دست کشیدن به صورت منو، فرایتو هم ناسن کما کانه قد رایتو هم، دیدن هم آدم های قبلیه. بعد میگه امام جا فهمونن که انقریبن یسیر و حال هم کما رایت، به زودی هم شکلی میشن که دیدی، یعنی برزخشون همینه، بمیرن اون شکلی محشور میشن. ولو کشف القطاع، اگه پرده کنار بره، لم تو آکلو هم، شما با اینا هم غذا نمیشدید. مثلا باید داره اگه ملکوت آدم ها رو میدیدید، از لطف خداست در دنیا که ملکوت رو پوشونده،
چون مؤمن در هر هزار تا یکیه، اگه مؤمن ملکوت کنار میرفت، تو خیابون که میرفت، تو هیئت ها که میرفت، مسجد که میرفت، حرم که میرفت، هر جا میرفت، میدید یکی دو تا بیشتر نیستن، ناامید میشد و افسرده میشد و این پولو باید داره و دیوانه میشد، نمیتونست تحمل کنه زندگی اینجا. خدا اینجوری کردن، فکر کنم چقدر همه خوب و همه پرده های کسی از کسی خبر نداره، پشت پرده های بدونیم که اصلا دیگه فهمون، اگه پرده کنار بره با هم همغذا نمیشید، ولم تو شاربو هم با هم هم شربت نمیشید، ولم تو جالسو هم با اینا مجالست نمی کنید، ولم تو خالتو هم با اینا قاطی نمیشید. این هازا فضلکم علیهم، این فضیلت شما بر ایناست. اینا که وضعشون بهتر، تکنولوژی امکانات، خب شما هم ارزه داشته باشین کار بکنین، تکنولوژی امکانات هم داشته باشین، ولی ماجراتون تکنولوژی امکانات نیست، ملاک برتری اون نیست، ملاک اون ملکوته، شما انسانید. اینا بهره از انسانیت نداره، اینا تو زندگی حیوانی هم رسما هم میگن ما حیوانیم، هیچ باکی هم از این نداره. روایت دیگه ای داره که ابو بصیر به امام باقر علیه السلام گفت آقا چقدر حاجی زیاده، زجه زیاده، ما اکثر الحجیج و اعظم از زجیج، تو حج بوده. حضرت فرمودن ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر صدا زیاده و حاجی کمه. حضرت فرمودن دوست داری که اینی که بهت میگم صدقش رو ببینی و تراه و عیانن با چشمت ببینی. دست کشیدن رو صورت ابو بصیر و دعا به دعواتن، دعاهای خوندن، فعاد بصیر، این معلوم شد که ابو بصیر نابینا بود، اینجا داره که ابو بصیر چشمش باز شد، بینا شد. و حضرت فرمودن انظر یا ابو بصیر، نگاه کن الی الحجیج، حاجی ها رو ببین. میگه نگاه کردم فیضا اکثر و ناس قردتون و خنازی، دیدم اکثرا میمون و خوکن، میمونه پای ثابت انگار توی این صور ملکوتی، یه چیز عجیبیست. و المؤمنو بینهم کل کعب، چون بحث شهوات چون عمدتا دیگه ما درگیریم، این انگار پایه شخصیتی میمون انگار باید لحاظ کنیم، انگار خیلی هم داروین پر بیرا نگفته بود که ما هم میمونیم، حساب بکنی یه جورایی درسته همین اینجوری، بالاخره این تو انگار تو پایه شخصیتی ما ها هست. و المؤمنو بینهم کل کوکب لامع فی الظلما، مؤمن بین اینا مثل ستاره درخشان تو شب تاریکه، تک و توک یکی دو تا آدم نورانی پاک پیدا بشه. ابو بصیر گفت صدقت یا مولای، راست گفت آجان، ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کمه سر و صدا زیاده. بعد میگه دوباره هم دعا رو خوندن و برگشت به حالت نابینایی. و بعد ابو بصیر گفت آقا شما من برم گردونی، حضرت فرمودن ما بخلنا علیک یا ابو بصیر، ما بهت بخل نداریم. و این کان الله تعالی ما ظلمک و این ما خار علیک، خدا هم بهت ظلم نکرده. خشینا فتنت الناس بنا، اینا بین مردم پخش میشه، میریدن سر ما ماجرا میشه، انکار میکنن. و ان یجهلوا فضل الله علینا، اینا نمیدونن که ما فضیلتمون چیه. و یجعلونا اربابا من دون الله، اونام که قبول کنن در مورد ما قلوف میکنن، یا ما خدایی و نحن له عبید، ما هم که بنده های خدایی که تکبر نمی کنیم در برای خدا، از عبادت خدا خسته نمیشیم، و نحن له مسلمون. خلاصه اینو برش کردم به حالت قبل، اینو مناقب ابن شهرآشوب جلد 4 صفحه 184 نقل کرده. روایت دیگه ای باز خود ابن شهرآشوب صفحه 235 همون جلد مطرح میکنه، از صدیر سیرفی میگه که با امام صادق علیه السلام در عرفات بودیم، حاجی ها رو دیدم و صدای ناله شنیدم و خیلی مثلا به وجد اومدم، خوشم اومد و اینا. قلت تو فی نفسی اترا ها اولای کلهم علی الزلال، برگشتم به امام صادق گفتم یعنی شما میگی اینا همه گمراهن چون شیعه نیستن؟ آدم یه وقتی دلش با یه جماعت زیادی که همه توی مسیریه، حکیونی با که این فلان سریال نگاه میکنه، همه فلان چیزو گوش میدن، اما تعجب میکنم شما. این اکثریت آدم سخت دیگه، ما اهل یقین نیستیم دیگه، این توهمات پدرم درمه، اون که اهل یقینه کاری به این طرف نداره، ولی ما چون اهل یقین نیستیم اینا بیچاره میکنه ما رو، نگاه میکنیم این طرفدار داره اون زیاد، این فلان، من یعنی همه اشتباه میرم، من یدنه درست میرم، اهل یقین نیست شاخصم اینا، متن واقع کار نداریم. میگه به حضرت گفتم که یعنی میبینی همه اینا گمراهن؟ امام صادق علیه السلام من صدا زدم فهمیدن تأمل، تأمل کن. میگه تأمل کردم فاذا هم قردتون و خنازیر، دیدم همه اینا میمون و خوکن. مرحوم ملا صدر اینجا نکاتی دارن در کتاب شرح اصول کافیشون جلد 1 صفحه 334 شروع میشه مطلب، یه 10 صفحه تقریبا مطالبی دارن که خیلی عالیه، ما
یادم نمیاد تو آنسو مرک این کار نکردم، تو صدای و قیامت هم خیلی کم از رومتن جناب ملا صدر رو خوندم، شاید دو سه بار، یک دو بار، بیشتر نبوده. یه بخشی از این متن رو میخوام بخونم، خیلی کمک میکنه ما، خیلی نکات فوق‌العاده‌ای داره و حوصله میخواد. البته کلن هم گفتیم بی حوصله ها گوش ندم، این بحث ما رو با حوصله هاست. تازه بازم خیلی لعاب نمیندازیم تو بحث و اینه، خیلی جایی داره که تومنینه بیشتر بریم دیگه. حالا سرعتمون مثلا 120 تا نمیریم مثلا اون سوی مرگ، ولی 40 تا هم نمیریم دیگه، با 80 90 تا داریم میریم، وسط لاین وسط داریم میریم. مطلب دستمون بیاد یکم. مرحوم ملا صدر اینجا میفهمند که هر کسی، این موجودات اینا به اون صبر محسوسشون کسی کار نداره. اونی که تو عالم ماده از اینا دیده میشه ملاک نیست، اون صورت الاغ، اون صورت میمون، صورت گاف، صورت انسان، اینا مهم نیست. فل انسان انسانون به حقیقت الانسانیه، انسان انسانه به حقیقت انسانیت، و روح و نطقی، اون ویژگی های باطنی وقتی بودی میشه انسان. میگه الاغ الاغ به روح و حل بلیده، اون حماقت و بلادت، اون نفهمی کودنی، اون کودنیه الاغ کرده الاغ. سگ سگ به روح ذاریه، این پاچه گرفتنه سگو کرده سگ. و کذا فی سایر الانواع طبیعیه، بقیه نوعهای طبیعی هم همینطوره. این موجوداتی که ما میبینیم خصوصا اونایی که نفس دارن و روح دارن، اون نفسه و اون روحه مهمه، اون جسد مهم نیست. بعدشون میگه که انسان در بین همه اینا اونیه که میتونه خودش ملکاتشو شکل بده، بقیه ملکاتشون دست خودشون نیست و اینجور آفریده شدن. انسان قابلیت داره در اکتساب ملکات و اخلاق و دست خودشه که کدومی که از اینا میشه. اون بحثای بلوغ و اینا اشاره کرد. حالا ببینید نکات خیلی عالیه دیگه، اساره اسفار و مباحث نفس ملا صدراست که اینجا گوشه های اشاره کردش. ایشون میگه که من دیگه عربی رو سعی میکنم خیلی نخونم. میگه کسی که فعلی انجام بده یا کلامی رو بگه، از اون فعل و کلام در نفس او اثری حاصل میشه و این میماند براش ماندگار. یک فعل و یک کلام، یه نگاه، یه تماس، یه لمس، تموم شدنی نیست. این شد فعل ملکوتی شما، صورت شد، رفت اونجا. اگه زیاد تکرار بشه استحکمت الاثار فی النفس، اثرش محکم تر میشه. یه لمس کردی یه اثر داره، اثر تا ابد هستا. یه دروغ گفتی اثرش تا ابد هست. یه نگاه کردی اثرش تا ابد هست. من که توبه کنی اثرش تا ابد هست. اگه دوتا شد اثر شدید تر میشه. تا حالا فعل بود، دو بار، سه بار، ده بار، 20 بار که شد دیگه میشه صفت، ملکه میشه. فسارت الحال ملکه، حال تبدیل به ملکه میشه. و صورتن تبدیل به صورت میشه. یه جوری میشه که دیگه از این فعل صادر میشه، یعنی صورت سگی براش حاصل میشه دیگه. کارهایی که سگ میکنه او میکنه. این بد اخلاقیه بخاطر اینکه اول یه داد زد، هی رخنه کرد. راه اصلاحش هم راه فعل دیگه، داده میاد کنترل کن، هیچ چیز دیگه نه. اینو نیست که یکی بیاد صفتو پاک کنه بره، یکی دست بکنه صفت من خوب بکنه، نذار. صفتت با فعل شکل گرفته، راه درمانش هم با فعله. صفت بد اخلاقی از راه فعل بد اخلاقی حاصل شده، راه از بین بردنش هم با فعل. صفت میل به گناه، هرزگی، شهوت مدام، بی‌غیرتی و و و و اینا همه از فعل شروع شده، از راه فعل هم درمان میشه. فعل هم البته سخته، مداواش سخته، چاره غیر از این هم نیست. با توسل و تضرع و اینها که خدا دستمون رو بگیره، چاره غیر از این، راه دیگه نداریم. با ذکر و فوت و اینا هم درسته میشه. فعل 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 زدش، آرام آرام آرام، مراقبه، توجه، دادی که الان میاد کنترل کن. پنج بار دادتو کنترل کنی صفت حلم در تو شکل میگیره، ضد غضبه. همون که پنج بار داد زدی سوء خلق در تو شکل گرفت، عصبانیت در تو شکل گرفت، پنج بارم که نمیزنی حلم شکل میگیره و دوم ملکه میشه. این ملکه ملائکه در تو شکل میگیره، نه ملکه شیطان. بعد دیگه میگه که ملکه که بشه به سهولت من غیر رویه و حاجه،
دیگه همینجور عادی راحت تو خواب هم کار، تو خواب داره جیغ میکشه، دعوا داره، بعضی دیدین تو خواب جیغ و داد سر صدا، این یه ملکه شده. بعضی تو خوابم میخندن، تو خوابم آرامه، وسط خواب با لگد بزنی به پره فوش نمیده، اینجور ملکه شده. خدا نصیب ما بکنه. بعد نکاتی روشون میفرماید، میفرماید که آدم این شکلی صنعت هم یاد میگیره، مکاسب علمی و عملی رو این شکلی یاد میگیره. کاری که یاد میگیرن خیاطی مگه چیه؟ سوزن، نخ، یه بار نخ میکنید، دو بار، سه بار، دیگه عادت میشه و عادی میشه. بعد اینو مثلا فرو کردن این سوزن در این پارچه، اول سخت قاطی میکنید، این از این هم میزنید، از اون بعد در میاد، یه بار، دو بار، سه بار، بعد دیگه وقتی خوابی تو خواب داری لباس میدوزی، تو خواب دست در اختیار خودت نیست، اینجور ملکه میشه. کنترل چشم همینه دقیقا که میگن بزرگان، میگن دیجور باشه تو خواب نگاه به نامحرم نکنی، همینه. یه بار نگاه نمیکنی، دو بار، اولش فشار داره، اذیت میشی، بعد نفس پدر آدمو در میاره، نه این خیلی خوشگله، این مگه یه لحظه چی میشه، مگه تو میخوای باش چی کار کنی، خب یه لحظه فقط نگاه کن، آخه تو ببین رفیقت که زنگ گرفته، خب الله حال چشکی اینا به هم میان نمیان، این سره اون سره، این تهه اون فلانه، یا اصلا چشکی مثلا از اون قبیله است، از این نژاده، از اون فلانه، سفید سیاهه، هی ور میره ور میره، نگاه کن، نگاه نمی کنید، دفعه اول، دوم، پنجم، تو دیگه جز ملائکه ای. کاد العفیف ان یکون ملکا، اون که عفت می‌ورزه در زمره ملائکه است. فهمود اونی که نگاهشو کنترل میکنه از شهید مقامش بالاتره، اگه این ملکه بشه، چون ممکنه اون شهیده بره در بهشت افعال، ولی شما اینی که داری این ملکه شده تو بهشت صفات، از شهید ممکنه بالاتر بشه. درست شد؟ قواعد دستمونه پس دیگه، قاطی نمیکنه. بعد چی میشه؟ حالا روایت در مورد اینکه نگاه نکنی چی میشه، ان شاءالله بهش میرسیم. ما از بحث نامحرم فعلا رد نمیشیم، حالا کارش داریم. چون الان مشکل حادیه در دوران ما و اکثر ما از این کانال داریم آسیب میبینیم، و تو این پیامایی هم که میاد مشکلات جنسی ماشاءالله فوران میکنه همینجور، یعنی تعداد بسیاری از افرادی که گفتگو دارن، صحبت دارن، اینا این مسئله همینه. خدا ان شاءالله همه ما رو نجات بده از این آلودگی ها که خیلی سخته، و شیطان هم به شدت ابرقدرت در این زمینه در روزگار ما با این وسایلی که خلق شده. خلاصه ایشون میفهمه که شدت پیدا میکنه هر روز و این یاد میگیره. به بچه ها مثلا همین از راه فعل میگه صدقه رو بده دست بچه، بچه ببره بده، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، کم کم ملکه در او شکل میگیره. این کار تربیتیه. میگن آقا به کار تربیتی بگو، رو بحث انسان شناسی بس تربیتش این شکلیه، فعل ملکات خلق میکنه. با بچه هم باید از کار فعل شروع کنی، ذکر لا اله الا الله بهش بگو یه بار، دو بار، سه بار، تمرین، عادت، بازی، میگه وضو گرفتن به صورت بازی بهش یاد بده، بازی کنن، تمرین، اصلا بازیشون این باشه که قشنگتر وضو میگیره، کی وضو میگیره با آب کمتر، صد بین دو تا بچه مسابقه بشه، اون یه لیوان مصرف کنه، نصف لیوان، بعد جایزه بده، بعد بازی کن، توپی بده مثلا چی. این فعل تو نفس اثر میذاره، نورانیت داره، جنس بهشته، این فعل از بهشته، ولی و نظافتو ان نظافتو من الایمان، ولی ایمانو من الجنه، ایمان نظافت از ایمانه، ایمان از بهشته، این نظافت از جنس بهشته. همین کارهای ریز خورده که بهش یاد میدی ملکات در اون شکل میگیره. همون هم که بهش میگی پشت تلفن بگو بابام نیست، این فعل اول، دوبارم که از خودت دروغ دید، ملکه دروغ در اون شکل گرفت، دوبارم که تو داد زدی، و هم ملکه داد زدن در اون شکل گرفت. اینجوری خدا داد اون برسه. تربیت این مدلیه، از راه فعله. بعدشون میگه که من ملا صدرا میگه که این آثار اینا تبدیل ملکات میشه، و ملکه یعنی الملکتو ای الخلق صورت الباطن، ببخشید ای الخلق، این میشه خلق، خلق این میشه صورت باطنی. خب ایشون میفرمایند که بعضی ها به ظاهر بشرن، والباطنو قد تحول و صار بهیمتن، باطنش عوض شده. اول همه که اومدن صورت نورانی و ملکوتی داشتن،
این کم کم کرده حیوان یا درنده یا شیطان. هازا هو المسخ الباطن، این همون مسخ باطنی، میگن مسخ شده، مسخ شده، همون این مسخ شد. اول صورت انسانی داشته، مسخ نه این صورتش میشه میمون، یا این یکی نشسته روبرت میمونه، نه این فلان کار که کرد صورت اوله صورت انسانی بود، با این کار عوض شد باطن، این مسخ شد. وقتی قیامت میشه، موتن و بروز الحقائق، اونجایی که حقایق بروز پیدا میکنه، همه چیز اصل ماجرا میاد بیرون بدون هیچ پوشش و تدلیسی، فیحشر بعض الناس، اونجا بعضی از مردم محشور میشن، علی صورت القرده، اونجا به شکل میمونن، به شکل خوکن، به شکل سگن. حالا ببین مولا صدر چی میگه. اذا عرفت هذا المساله شریفه، این مساله قشنگو یاد گرفتی، التي اکثر الناس في غفله عنها، اکثر مردم نسبت به این مساله غافلن. چند نفر اینا رو میدونن؟ چند نفر نسبت به اینا توجه دارن؟ حالا اینا یاد گرفتی، بذار برات بقیه‌اش رو بگم، چقدر قشنگی بقیه‌اش. ان شاء الله روحش همنشین امیرالمومنین باشه این شخصیت بی‌نظیر جناب مولا صدر، که اینطور با این زبان عقلی و قشنگ و دقیق و متین این حقایق رو اوورد به ما رسوند. واقعا یکاش شاکر باشیم این نعمت رو. فهمود که خدای متعال به پیغمبرش این سر رو تنبیه کرد، هشدار داد، یعنی این که اونی که انسان رو از بهائم جدا میکنه و از چارپاها جدا میکنه، هو ادراک و ما یخرج عن عوالم از عالم الحواس، اونی که از عالم حس بیرونه، اونها رو اگه درک کرد، اونایی که به چشم میاد، اونایی که از عالم مثاله، اینا رو اگه درک کردی از حیوانیت در میاد. فرق انسان حیوان اینه، اگه تو خرید و فروش و ازدواج و بچه دار شدن غیر از حیوانیت هیچی نمیفهمه. ازدواج میکنن خوشگل بود، دلم رفت، آخه دیدمش اینطور شدم، آخه دوستش داشتم، آخه همش هم بر اساس فاکتورهای دنیایی. تو تربیت بچهش همش ملاک خورد و خوراک و رشد قد و دندونش و فلان، هم از بیش از حس هیچی حالیش نمیشه، این حیوانه. اگه همه محاسباتش تو عالمه، این انسانه، این تفاوتش مولا صدر رو میشه. هر کی از اینها غافل باشه و نفس خودشو از اینها تعطیل کنه، تحصیل اینها مهمل بذاره و قانع بشه به درجه بهائم و تجاوز نکنه از عالم محسوسات، فهو الذی اهلک نفسه، اون کسی که خودشو هلاک کرد و استعدادشو باطل کرده با اعراض از آیات خدا و تأمل و اعراض از تأمل در آیات خدا، نزل الی درجه البهائم، نازل شد به درجه حیوانات، در افق حیواناته، ترقی ملائکه اعلام نداره، کافر به نسبت نعمتهای خداست، خودشو در معرض غضب و نقمت خدا قرار داده. برای همین قرآن میگه بل هم ازل و سبیلا. چرا اینا از حیوانا بدترن؟ چون که بهائم و چهارپاها استعدادی ندارن که بخوام باطل کنن، استعدادی که داشتن شکوفا کردن، استعدادشون بوده که بخوره علف بخوره شیر بده، استعدادش درد شیر دادن، با علف خور شیر داد، وقتی که میمیره تموم میشه، یعنی زندگیش اصلا قرار نبود که بیش از این کارایی داشته باشه و اون بعد اعمالی انجام بده برای اون طرفی بخواد باهاش زندگی کنه، پاشنه که اینجا حیوانی میاره اون برم با همونجا خدمات تو بهشت هم شیر میده، مثلا اون قوه که مثلا دیده بود اونجا پرواز میکنه، خب همون دنیایش بوده رفته اون برم مثلا مورده شده یه قوه بهشتی مثلا. ولی اینا چی؟ اینا مدودن استعداد داشتن، بعد میرفتن بالا، رفتن تو حیوانیت، غرق شدن، محو شدن. بعدش میفهمد که علم ان مسخ البواطن فی هذه الامه کثیر، تو این امت ما مسخ باطنی خیلی زیاده، اکثرا به شکل حیوان. رفته بود تو شهر، مهندس چی دیده بود تو آن سوی مک؟ همه به شکل حیوان میدید دیگه، حیوانات عجیب و غریب. همونجور که در امت موسی اینطور بود و در این زمان ما مردم را به شکل صورت انسان میبینی و فلباطن غیر و تلک صور، ولی باطنشون این شکلی نیست، تو باطن یا ملک هم حاج قاسم سلیمانی به صورت انسان، انسان نیست، ملک، رهبر انقلاب. حالا بعضی خوشو نمیده این حرفا به درک که خوشو نمید، رهبر انقلاب چی؟ بنده چیزا که رهبر انقلاب شنیدم از بزرگان نمونده ایشون بخوام بگم یه کتاب میشه، حالا انشالله میرسیم بحث ایشون اواخر صدقه در قیامت نکات رو عرض خواهم کرد.
چهره انسانه، اون ملکه. بعضی هم چهره انسانه. در همین برخی مسئولین دیگه همون هم باز از برخی از این هزارات چیزهایی شنیدم که ترسیم کردن ترکیبی از چند تا حیوانن مثلا و کیان دقیقا این هم هست. خلاصه یا ملکن یا شیطانن یا حیوانون مناسب لما هو علیه فی باطنه، متناسب با ملکاتی که داره حیوانی از همون جنسه، من کلبن مثلا سگ او همارن الاغ او خنزیر خوک او قرده میمونه او اسد چیره، و همه اینا مخالفت داره با اون چیزی که از انسانیت دنبالشه. یعنی صورت انسانی باطن یا بالاتر از انسان یا پایینتر از انسانه. بعدشون میگه که روایتون رو نقل میکنه از پیغمبر اکرم در مورد منافقین و امته که فضل فرمودن اخوان العلانیه، آدم هایی که در علن اظهار دوستی میکنن در پشت دشمنه، زبانهاشون اهلا من الاصل، از اصل شیرینتره، قلوبهم قلوب الذئاب، قلب اینا قلب گرگه، باطنش باطن گرگه، صورتش انسان رفیق نشون میده ولی باطنش گرگه. اینا برای مردم لباس بز میپوشن که اینقدر نرمه ولی در باطن چی هن؟ گرگه. ایشون میفهمه این قشنگ مسخ باطنیه. بلا سلام. باز اوقات دیگه ایشون میگه که مثلا این زبانهاشون دهنشون از عسل شیرین‌تر و دلاشون از صبر که گیاه تلخیه تلختره، قلبش قلب گرگ، صورتش صورت انسانه. میفهمن که روز قیامت اونجا موتن و ظهور البواطن، همه باطنها معلوم میشه. مردم علا صور نیاته و ملکاته، مردم به چهره نیت و ملکشون محشور میشن، ما بر اساس صورت نیت و صورت ملکاتمون محشور میشن. حالا اینجا دشتش خیلی قشنگ، اهل الکشف، اونا که اهل مکاشفن، از پرده حجاب دنیا و ماده در اومدن، اینا اینجا هم که هستن اون برو میبینن، چهره اینجایی شما نمیبینن، چهره این میگه چشم برزخی، چهره عمری تو میبینن، اون چهره که باش محشور میشی ملکاتت بوده اونا رو میبینن، مثل حادثه که چند روز پیش حدیثش رو خوندی که گفت من همین الان دارم بهشتی ها رو میبینم اینا. یه نکته اینجا مولا صدر میگه این دیگه خیلی طلاییه. ایشون میگه ربما یشغل بعض المکاشفین مشاهدت صورت ذلک الموتن الاخروی عن مشاهدت صورت موتنه دنیوی. بعضی از اینا که اهل مکاشفات میشن انقدر این حالت درشون غلبه داره که اصلا وقتی به دیگران میرسن، خصوصا تو عوارض سیر و سلوک اینا مثلا این شکلی هم بعضی که به بقیه که میرسن اصلا دیگه صورت ظاهری طرفو نمیبینه، فقط صورت ملکوتیشو میبینه، البته ضعف، البته قوی تر که میشه این حالت درست میشه، حالا توضیح میده خود ملا صدر. این فقط صورت ملکوتش رو میبینه، اصلا دیگه میگه دقیقا برعکس ما، ما الان فقط صورت دنیای طرف رو میبینیم، هیچ ملکوتش نمیبینی، اونا فقط صورت ملکوتش رو میبینه، هیچ دنیاش نمیبینن. ایشون میگه نقل شده از بعض از اینا که اهل مکاشفه بودن که یه روزی یکی از اهل شهرشون اومدن تو خونه اینا و کان هوا مستقرقن فی حاله، این خیلی تو حال خودش غرق بود این بابا که اهل مکاشفه بود، نگاه کرد به اینی که اومده تو خونه، به خادمش گفت اخرج هادل اخرج هادل هادل همار، این الاغ خونه بیرون کن. میگه جز صورت الاغ از هیچی ندیده بود. بعد که اون حالت ازش رفت بیرون، خادم بهش گفتش که آقا این ماجرا چی بود؟ گفت ما قلت الا ما رأیتو، همون که دیدم و گفتم، من واقعا الاغ دیدم. حالا مولا صدر چی میگه؟ میگه وعلم ان هذه الحال لذلک المکاشف لعدم تمام قوته، این بخاطر ضعف این باباست که اینجوری شده، یعنی نباید اینجور باشه، فقط اون صورتت ببینه این غلط، باید دو چشمه باشه، ملک و ملکوت با هم ببینه. این بزرگان شکلی بودن، ملک و ملکوت با هم میدیدن. اینایی که فقط ملک میبینن مثل ما، این که خب هیچ صداغونی، اونایی هم که فقط ملکوت میبینن، این هم باز علامت نقصانه، اول کاره، تازه کاره، قوی که بشه ملک و ملکوت با هم میبینه. میگه که کام و عمل کامل، اون که کامل میشه، فهو جالسون که اصحاب الاعراف، مثلا اصحاب اعرافه که اون وسط نشسته اشراف به دو عالم داره، علی حد المشترک بین العالمین و یشاهد و نشعتین، دو عالم رو میبینه، دو نشعه رو میبینه، هیچ کون از اینها اجابه اون یکی نمیشه، هم این صورت دنیایشو میبینه که این اکبر آقا و اصغر آقا و حسن آقا و تقی آقا و ایناست،
هم صورت ملکوتیشو میبینه که یا حیوانه یا ملکه یا گرگه یا الاغه یا میمونه یا خوکه، دوتاشو با هم میبینه. و این واقعا هم همینطوره، مسخ باطنی تمثیل نیست، تشبیه نیست، واقعا این میمونه. مثله هو کمثل الکلب کمثل الحمار، قرآن میگه این شبیه سگه، واقعا سگه، اون الاغه واقعا الاغه. که انهم همرون مستنفره، الاغای فراری، گوره خر، واقعا گوره خرن اینا. مثلا میگه وقتی کسی ذکر خدا که میاد اینا بعدشون میاد در میرن، که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره، اینا مثل گوره خری هن که از شیر فرار میکنه. آدم ها که از ذکر خدا جای روزه میشه پامشن میرن، تلویزیون تا آخون نشون میده کانال عوض میکنه. حرف خدا، پیغمبر، حدیث، این حرفا اینا که میشه در فراری هن، همرون مستنفره، اینا صورت ملکوتشون گوره خری. خب اینم از این. چند تا روایت دیگه در مورد زنا بخونیم و بحث زنا رو تمومش کنیم. داره که این روایتی هم که میخوام بخونم سندش صحیحه، روایت قشنگه، مثل نمیده قوه خیاله. امام صادق علیه السلام فهمیدن که حواریون رو اینا جمع شدن دور حضرت عیسی، گفتن یا معلم الخیر ارشدنا، آقا یکم ما رو ارشاد کن، تو معلم خیری. حضرت عیسی به اینا فهمید که حضرت موسی امر میکرد که الا تحلفوا بالله کاذبین، موسی میگفت که به خدا قسم دروغ نخورید، منی که عیسی هم میگم به خدا قسم نخورید، چه راست چه دروغ، من این محل جلوتر میگم. گفتن یا روح الله زدنا، آقا بیشتر بگو. ایشون فهمید که موسی نبی خدا به شما میگفت که الله تزنو، زنا نکنی. من به شما چی میگم؟ من به شما میگم الله تو حد سو انفسکم به زنا، خیال زنا هم نداشته باشی، تو قوه خیالتون هم نیارید، تصور و فکرش هم نداشته باشی، قوه خیال درگیر میشه. قوه خیال اینه که سودایی که میشن، بین قوه خیال سرده، سودایی ها مزاجشون سرده، لذا سودایی ها اکثرا هم مبتلا به وسواسن هم مبتلا به خیالات سنگین، تو فکر و خیال میره. وسواس هم همینه، وسواس هم که قرآن میگه اصلا وسواس های عملی هم شکل میگیره خاطر همینه، خاطر قوه خیاله، قوه خیال غلبه داره بر آدم، خیال سرد. من خواستم بحث خیال مفصل مطرح کنم دیگه، وقت نمیشه، فعلا یه گوشه‌ای شدم عرض میکنم. خیال سرد این شکلی گرفتار میکنه آدم و تصویر سازی میکنه، آدم میبنده، هیچ کاری ازت بر نمیاد، ناامید، افسرده، همه چی سیاه، تاریک، به همه بدبین، شکاک، هیچی دلتو گرم نمیکنه، هیچی نظرتو جلب نمیکنه، هیچی آرومت نمیکنه. اینا شدت گرفتن قوه خیال که خب کانال هایی داره، یکیشو فهم میخوام بگم اونم کنترل چشمه. ببینید فیلم های پورن، الان میگم فیلم های پورن اول داغ میکنه به شدت، به شدت طرف رو گرم میکنه، این فیلم های مبتذل. بعد که غریزه به اوج میرسه و تخلیه میشه به شدت سرد میکنه، یعنی فیلم که تمام میشه از اون به بعد دیگه اون فیلم، اون صحنه، عکس، هرچی، از اون به بعد دیگه درگیری خیالی شه تا مدت های طولانی، اونجا به شدت گرمی و به شدت لذیذ، واقعا ماده مخدره دیگه. بعد که تمام میشه سردی شدید و قوه خیال درگیر، درگیر دیگه، نه درس، نه هیچی، چرا خاموش میکنن تو مجلس روزه، نشستی سخنرانی گوش میدی چرا خاموش میشه، یه همین عالم تمس شد، همه در روزه گوش میدن، گریه میکنن، تو رفتی یه جای دیگه، کتاب باز میکنی بخونی، اگه خلوت کنی که دیگه هیچی. لذا راهکار اولیش که ما معمولا عرض میکنیم به عزیزان اینه که مطلقا آدم تو خلوت قرار نگیره، مطلقا ابدا تو خلوت قرار نگیره، اصلا نظر خلوت پیش بیاد، چون خلوت فضایی که به شدت حاکم میشه خیال بر آدم و نابود میکنه آدم رو، شیاطین جمع میشه، اصلا هیچ خلوتی نظر شکل بگیره. و حالا ورزش مثلا خیلی اثر داره در این که در قوه خیال مبارزه باهاش، با
در خوراکش با مراقبت بکنه و دیدنی ها و شنیدنی ها. خب این کانال های مختلف آدم عضو میشه، هی شوخی های سکسی. حالا مثلا شوخی سری هم نیست ولی دیگه یه تمی داره تو گفتگوهای خودمون با هم، هم که حالا مثلا اینجور فضاهایی میشه، اینا هی با مراقبت بشه کنترلش. مگر اینکه حالا یه جمع متأهلیه مثلا فضا اینجوریه که حالا اونجا مثلا اونم باز یه حدی داره، حریمی داره، جایگاهی داره، اون بعد حواس آدم جمع بشه به چه نحوی. خلاصه حضرت عیسی فرمود که من به شما میگم که فکر زنا رو هم نکنید، فضلا ان انتزنو، چه برسه به اینکه میخواین زنا کن. ولی شون توضیح داد چرا. حالا ملکوت زنا و ملکوت فکر زنا. فهم فعین من حدس نفسه به زنا، چون هر کسی با خودش بشینه حرف بزنه از زنا، حدیث نفس کنه از زنا، کانه که من او قدفی بیت مزوق، مثل اینه که توی یک خانه ای که خیلی مزینه، در و دیوار رنگ کردن، گچکاری، تمیز، پرده نو سفید، اونجا آتیش روشن کنه. الان شما جوجه کباب درست کنید تو خونه، منقل بذاری وسط حال، چی میشه؟ فافسد تزاویق از دخان، این دود همین در و دیوار رو نابود میکنه، پرده کثیف سیاه، تا این لامپ و مهدابین همه دود گرفته، اون آباژور کثیف، نمیدونم بخاری، دیوارا دوده ازش در میاد، رفته تو خوردش، خود دوده میره ها، اون آثار رو در و دیوار میمونه. این خونه دیگه خونه اول نمیشه. فکر زنا، حدیث هم سندش هم خیلی خوبه، حضرت عیسی میفرماید فکر زنا این کارو میکنه. و لم یحترق البیت، درسته آتیش نمیزنه خونه رو، خود زنا که آتیش میزنه. البته از توبه ناامید نیستیم، نه همش راه توبه داره، بازم عرض میکنه همه اینو توبه داره و بخشیده میشه به هر حال بدون گناه رو، به هوای اینم که توبه داره خودمون تو گناه نندازیم. هیچ آدم عاقلی نمیگه که بذار من جوجه کباب تو خونه درست کنم، بعد میام در دیوار مثلا با چی مثلا میشورم، تمیز میکنم، پاک میکنم. هیچ عاقل این کار نمیکنه. اصل مراقبت اولیه نسبت به این که اصلا این کار انجام نشه. خب این مراقبت این شکلی نسبت به قوه خیال. یه حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام، اینم قشنگه، صورت ملکوتی زنا، حدیث موثقه. حضرت یعقوب به پسرش فرمود که پسرم یا بنیه لا تزنه، زنا نکن، فإن الطائر لو زنا لتناثر ریشو، پرنده اگر زنا کنه بال و پرش می‌ریزه. پرنده ها هم اگه زنا کنن بی بال و پر میشن، دیگه پرواز نمی‌تونن بکنن. یعنی تو هم که پرنده ملکوتی، زنا میزنه زمین آدم. ما میدیدیم بعضی نسبت به حلالش چوب خورده بودن، چرا به حرامش؟ اون ماجرایی که عرض کردم، یه عزیزی فرموده بود که امام حسین به من فرمودن که تو را به سلمان واگذار کردیم، که تو جلسات گفتم، اون ربط به این ماجراهاتش. یه کس دیگه مشغول مراقبات شده بود و حال خوبی هم داشت، یه مدت مشغول شده بود و این شخص مشهد بود، اون شخص استادش قم بود، اون استادش یه استادی داشت، این مشهد بود روز میلاد امام رضا بود، یه شرایط این شکلی تو امر حلالش پیش اومده بود که مثلا یه دعوتی و فضایی و فلان اینا، این رفته بود یکم حواسش به سمت این که خب مثلا بریم به سمت حلاله. حالا مراتب آدم ها مختلفه دیگه، ما ببینیم حالا اون بالاترش اینجوری میشه، پایینترش زنا و فلان، که قطعا آثاری داره. این رفته به این مسئله یکم فکر کرده بود، اون استاد از قم بهش گفته بود که اون استاد دیگر من به من گفتش که به فلانی بگو چیکار کرده، من در مکاشفه امروز دیدمش، دیدم این غرق نوره و رو به قبله است، یه چیزی از اطراف داره صداش میکنه،
این یه لحظه حواسش از قبله برگشت، رو کرد به اون صدا، اومد بره سمتش. حالا اون شخص هم که چی بود؟ نرفته بود سمت اون کار، حواسش پرت شده ولی برگشته بود. گفت دیدم میخواد بره سمتش ولی دوباره حواسش جمع به قبله شد. بهش بگو حواسش پرت نشه، حواست پرت نشه. گفت چی بود اونا؟ اون طرف گفت که فهمیدم چیه. خلاصه اینه، به شدت مرز خطرناکیست و تور سنگین ابلیس و شیاطین اینه. خب حالا این حرف هم که ما میزنیم، اینا با ما هم که پسرخاله نمیشن که، ده برابر قبل میزن سر ما برابر داریم میزنیم هم که آه احسن باری کلا تهی بلا، هم این برابر خیلی رو سیخ میده که بیافتن به جون ما، هم خود ما رو ده برابر قبل اذیت میکنه. خیلی شیطونه دیگه، شوخی که نداره. برحال اینا قواعده، حواسمون رو جمع کنیم. فهمود که زنا نکن، پرنده اگه زنا کنه پرهاش میریزه، برگاش میریزه. روایت دیگه از پیغمبری که اینم سندش قوی و صحیحه، فهمود در زنا 5 تا خصلته. یکیش اینه که آبرو رو میبره، که همینه که آبرو به همون جانبازم گفت بودن اگه سمت اون خانم میرفتی آبروت میرفت. یکی فقر میاره، عمر رو کم میکنه، غضب خدا رو داره در آتش گرفتار میکنه. نعوذ بالله من النار. پیغمبر آخرش فهمیدن که در آتش گرفتار میکنه، فهمیدن پناه میبریم به خدا از آتش. آتش نمیدونی چیه. خب بریم سراغ بقیه روایات در مورد نگاه، در مورد نگاه به نامحرم. روایت از امام صادق علیه السلام، این روایت هم موثق است. فهمیدن ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، روایت معروفی هم است. مسموم، تیر نگاه حرام یکی از تیرهای مسموم شیطان، هم تیره هم مسمومه، هم به چشم میزنه و چشمو گرفتار میکنه، هم سرایت میکنه میریزه تو بدن سمه میاد، هم چشمو از کار میندازه، هم قطعات دیگر به مرور از کار میندازه. اگه فقط به چشم میزد که خب آدم بعد با دست کار میکرد، نه این سمه وقت میریزه تو خونه جاری میشه، میریزه تو خیال، ولت نمیکنه، حالا حالا درگیری. نگاه اینه. و کم من نظرتن اورثت حسرتن طویله، چقدر از این یه تک نگاه هایی که حسرت طولانی بود. شیخ بهانه هم میکنن یه اون بابا داشت دنیا میرفت و هی میگو حمام فلانجا، حمام فلانجا، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت مثلا حمام مثلا کوچه مثلا ایدگاه، چه میدونه مثلا حمام دروازه دولاب مثلا، گفتم بابا بگو لا اله الا الله، میگفت حمام دروازه دولاب. بعد بررسی کردن این چیه، فهمیدن که این 20 سال پیش یه خانم خوشگلی زیبایی جلو در خونه اومده بهش گفته که آقا این حمام مثلا حمام دروازه دولاب کجاست، این آدرس داده و یه نگاه به او کرده و دل رفته. این دیگه 20 سال درگیرش بوده، حالا با کم و بیش موقع جون دادن این حس اومده، چون شیطان دیگه میاره اینو، تصویر رو میاره، اونجا حس اومده بود به جای لا اله الا الله اینو میگفت. خب روایت دیگه که اینم صحیح هست از امام صادق علیه السلام، فهم ما من احد الا و هو یصیب حزن من الزنا، هیچ چیزی نیست مگر اینکه یه بهره از زنا داره. فزن العینین النظر، زنای چشم نگاه، زن الفم القبله، زنای لب بوسیدنه، اینا همه حرامش میشه زناش، نگاه حرامش زنای چشم، حتی اون شلاق و حکم و فلان اینا مال اون زنای کامله که همه بدن در واقع درگیر ماجرا شده، ولی اینا هر کدوم هم بخاطر آثار ملکوتی خودشو داره، آسیبش رو چشم داره، آسیبش رو لب داره، آسیبش رو گوش داره. زن العینین زن الیدین اللمس، زنای دست لمسه. صدق الفرج ذالک او کذب، میخواد به دستگاه تناسلی برسه یا نرسه، همین که بوسید بوسه حرام، این زنای لبه، با اون آثاری که گفتیم اینا که هست عمرش کم میشه و فلان، همه آثار مربوط به لب در مرتبه خفیفش هست، کمترش ملکوتش هست دیگه، ملکوت عمل ملکوت داره. خب روایت دیگه هم، این خیلی روایت فوق العاده ای، سندش هم صحیحه.
از امام صادق علیه السلام در مورد اثر ترک نگاه حرام. بیا حالا کم امید بدیم ملکوت بهشتی این نگاه نکنی چی میشه. خب اول روایت اینه که نظر تو سهم من سهام ابلیس مسموم، نگاه حرام یکی از تیرهای مسموم شیطانه. من ترکه حال الله عز و جل لال غیره اعقبه الله امنا. اگه به خاطر خدا ترک کنی، نه به خاطر چیزای دیگه، نه ترس دوربین و اخراج و فلان و اینا، زنم میفهمه و میبینه و لو میره و از ترس خدا، به خاطر خدا اگه ترک کنی اعقبه الله امنا، خدا در عقب این ترک نگاه تو امنیت بهت میده. چون به حریم نزدیک نشدی، به حریم تجاوز نکردی، زنای دیگه نگاه میکردی به حریم یک کسی که مال تو نیست، اگه زن شوهردار بوده که خیلی بدتر، اگه دختر مردم بوده بازم همین پایین تر، بالاخره حریم تو نیست، مال تو نبود، در حریم تو نبود، حرام بوده، یعنی مال حریم یک کسی دیگریست، به اون حریم او دست ننداختی. تو این کتاب گفت چرا دامن زن نامحرم شوخی میکردین بعدش اومده و اثر ملکوتیشو دیده بود، که مثلا این مادر فلانی هر وقت میدیدیم ما شوخی میکردیم خندم میگره، این وارد حریم دیگری شدنه دیگه. حالا اگه وارد حریم او نشدی، خدا هم نمیذاره کسی وارد حریم تو بشه، این میشه امنیت تو، حریم تو حفظ میکنه، آبرو تو حفظ میکنه، مال تو حفظ میکنه، بچه ها تو حفظ میکنه، خانواده تو حفظ میکنه. اثر ترک نگاه حرام، اثر خود نگاه حرام، امنیت نداشت کسی از تو، حریم دیگری تجاوز که به حریم تجاوز میکنه، خانوادت آسیب میبینه. گفت بهشتی بهش گفتن اگه کار میکردی خانوادت رو از دست میدادی، شغل تو از دست میدادی، امنیت نداشتی. ترک نگاه حرام کنی اثرش چیه؟ امنیت بهت میده و ایمانن یجد و طعمه، ایمانی هم بهت میدن که طعمشو همونجا میابی، چون از مزه داشت دیگه، لذیذ بود. کلا هر چیز لذیذ شیطانی رو وقتی ترک میکنی یه چیز لذیذ روحانی به جاش بهت میدن. بگر حرف اینجا زیاد، مطلب زیاده دارم دیگه، حالا رد میکنم. خب خیلی، حالا این دایرهش خیلی وسیعه، این طعم ها مزه ها، حالا بیشترش رو الان برزه اونجا دیگه، قوقاییست از این طعم های گوناگون، خیلی لذیذه دیگه. شما الان میری توی گروه و میری با 50 نفر چت میکنی، چقدر مزه میده. بعد روی این مزه های اینجا که محدوده پا میذاری، اون بر میشه انواع و اقسام مزه های مختلف ملکوتی. مزه ملکوتی اصلا قابل درک نیست. امام صادق علیه السلام فیره بعد که سندی صحیحه میفهمه، ان نظره تو بعد نظره، نگاه بعد از نگاه، تزرع فی القلب الشهوه، کشت میکنه در قلب شهوت رو، اصلا انگار دیگه مزرعه میشه این قلب. و کفا به حال صاحبه ها فتنه، همین نگاه برای صاحبش برای فتنه بس که بریزه به هم، همش بزنه وجودشون. فتنه یعنی هم زدن و به هم ریختن، میریزه به هم، اوزاد دگرگون میشه دیگه، میبینی اون نماز شبه نیست، قرآن نیست، گریه نیست، سوز نیست، حال نیست، صفا نیست، نگاه نگاه نگاه. خب حدیث دیگه از امیرالمومنین که اینم سندش صحیح، فهمون لکم اول و نظرتن الی المرأة، نگاه اول به زن کردی خب اشکال نداره، میشه جونت، نگاهت افتاد، فلا توت به اوها نظرتن اخرى، دیگه در پس این یه نظر دیگه نیار، نظر دوم دیگه کش ند، دیگه برای چشم خور دیگه نگاه نکن، وحذر الفتنه، حواست به فتنه باشه دیگه، نگاه دوم فتنه است. اولی رو خدا رد میکنه، ملائکه کار میکنن اثر نذاره رو قلب، دومی دیگه خودت نگاه کردی، لذا خیلی قصه این که نگاهون بیفته نداشته باشه، ولی نگاه کردنه، دامنه نگاه ماجرا رو بگم، مرمای راشد
تو این کتاب فضیلت های فراموش شده که کتاب خوندنیه از مرحوم شیخ عباس تربتی نقل میکنه که پدرم اومده بود تهران، به نظر میدون بهارستان رو ذکر میکنه، اومده بود من سر بزن و خب مرحوم راشد خیلی فوق العاده بود، موقع مرگش اهل بیت اومده بودن بالا سرش بهشون دیده بود و کمالاتی داشت ایشون. آقای راشد هم خوشم منبری های معروف بود. میگه پدر اومده و تهران و رفتم تو خیابون به پدرم گفتم که بابا اینجا دیدین میدون زدن تازگی؟ گفت پدرم روش این ور نکه. گفتم حاجا به شما میگم، حاجا با شما اینجا میدون زدن تازگی. میگه برگشت من گفت پسرم این نگاه لغوه، برای چی من باید نگاه کنم؟ حالا زدن که زدن، چی گیره من میاد بفهم اینجا میدون زدن؟ اینا اینه ها ماجرا، یه صورت یه مشغله میاره. حالا این میدون چقدر هزینهش بوده، از کجا تامین کردن، این قبلا اینجا مگه چی بوده، این میدونه از اونجا شروع میشه، این یه دونه میدون رو کاشون بر بزنه. خب اونا تو مراتب بالا بودن، ما نمیگیم اینجوری بشیم، ما نسبت به حرامش کنترل کنیم خودمون. خب چند تا روایت دیگه هم بخونم. من ملع عینی من حرام، بله این روایت جالبی است در وسایل شیعه است. فرمود که هر کسی که چشمش رو از حرام پر کنه، ملع الله عینه یوم القیامه من النار، چشمش از آتش پر میشه مگر اینکه توبه کنه و برگرد. اگه کسی هم دست بزنه بزنی، دست بده بزنی که محرم نیست بهش، این در خشم خدا فرو رفته. و من التزم امرأتن حراما، هر کسی بچسبه به یک زنی که حرامه. خیلی این تیکه روایت فنی و خیلی نکته داره. قرن فی سلسلت من نار، توی یک سلسله از آتش پیچیده میشه. مع شیطانه، با یه شیطانی اینو قلاب میکنن، به زنجیر میکشن، میبندنش به یه شیطونی. فیق وفان فنار، دوتایی پردشون میکنن تو آتیش با یک شیطان، انگار به هم آمیخته شدن، چسبیدن. اون چسبیدن حرام میبینه، احساس میکنن یه چیزی که از جنس این نیست همش بهش چسبیده. الان شما دستت که نوچ میشه، نوچ درسته دیگه، دست نوچ میشه یعنی چی؟ شربت خوردی، نوشابه خوردی، دست به دستت مالیده، بعد دستم نمیتونی بشوری، نه دستمال داری، این دست نوچه. احساس کنید یه چیزی که از جنس این دست نیست به دست چسبیده، این چه حالیه؟ حالا فرض کن تا ابد یک موجودی بر کل وجود تو اینجور سایه انداخته و با زنجیرم چسبیدی، یعنی هیچ جدایی و انفکاکی نیست. فهمون چسبیدن به نامحرم شکلی، مگر توبه کنه. صورت ملکوتیش اینه. روایت دیگه داره که ابی کهمس میگه من در مدینه بودم و کان فیها وصیفه و کانت تعجبونی، یه خادمی اونجا بود و خیلی من خوشم اومده بود، خوشگل بوده، کنیزی بوده. میگه شب پاشدم رفتم اونجا و در خونه رو زدم و در به من باز کرد و من دست انداختم سینه اینو گرفتم. فقبست و علی ثدیها، میگه فرداش شد اومدم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت به من فرمودن توب الالله مما صنعت البارحه، از اون کاری که دیشب کردی توبه کن. دست انداختی به سینه اون کنیز. امام معصوم این آقا جان حواسش به ما هست، حواسش به ما هست، همه اینها رو دید، همه رو میدونه. توبه کن. جای دیگه داره که مهزم اسدی میگه، میگه ما در مدینه بودیم و میگه کنیز صابخونه خیلی منو چشمو گرفت، خوشم اومد. شب اومدم در زدم و درو باز کرد و دست انداختم سینه‌شو گرفت. صبح که شد من خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن عینا اقصا اثرک، کجا رفتی؟ گفتم که ما برهتو بالمسجد. حضرت فرمودن خب تا کجا رفتی؟ گفت من همش تو مسجد بودم.
حضرت فرمان اما تعلم ان امرنا لا یتم الا بالورع. نمیدونی کسی میخواد شیعه ما بشه و ورع داشته باشه، حواسش باشه دست از پا خطا نکنه. همین تیکه رو انداختم، خودش فهمید منظور حضرت چیه، یعنی آلودگی ها تو حواست بهش باش. خب یه روایت دیگه داریم موثقه از پیغمبر اکرم، فرمود چهار تا چیزی که قلبو میمیرونه، دل مردگی میاره، اون حیات برزخی آدم رو پژمرده میکنه، نابود میکنه. اولش گناه رو گناه، از زن با علی زن. دومیش کثرت و مناقشت النساء، زیاد سر و کله زدن با خانوما، یعنی محادثتهن، زیاد حرف زدن بونه. بعضی مشاغل اینجوری، حالا میخوان پرده بخرن، کمد بخرن، تخت بخرن، چقدر حرف میزنی، جنستو معرفی کن، چقدر الکی طول میدی. یکی هم با احمق کل کل کردن، یقول و تقول، یکی اون میگه یکی تو میگی، این هم دلو تاریک میکنه. و یکی هم با مرده ها هم نشین شدن، میگه پرسن آقا مرده ها که هم فهمود هر آدم پولداری که مرفع بی درد به قول امروزی ها، غنی مترف، با اینا هم سر و کله زدن، دلو میمیرونه. یه روایت فوق‌العاده دیگه هم بگم، اینا خیلی توش نکته است، این روایت صحیحه با سندش خیلی عالی. همون ابو بصیر بود که ماجرا داشت و اینا، میگه من حالا نابینا هم بوده، میگه کن تو اقرأ امرأتن کن تو اعلم و حل قرآن، یه خانومی بود من بهش قرآن یاد میدادم. اینا دیگه حواس ما ها و جمع تو مشاوره ها و پیوی و گفتگو بیرون و چند دارم هر جا دانشگاه و حوزه و تدریس و میگه فمازه توها به شیئن، یه بار باش یه شوخی کردم مثلا خندیدیم، فقدم تو علی ابی جعفر علیه السلام، بعدن اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن ایه شیئن قلت للمرأه، به اون خانمه چی گفتی؟ میگه خجالت کشم صورت همون پوشوندم، فقدتی تو وچی، حضرت فرمودن لا تعودن الیها، دیگه تکرار نشه. ملکوت داره آقا جان، این شوخیه با نامحرم گفت بگو گپ فلان، این استیکر خندان و فلان و اون ایموجی اون بغلو داره اشک خنده میاد و اینا، اون ایموجی ملکوت داره، انسانه، اکاش بفهمیم انسان چیه و چه موجودی و چه عالمی داره، انسانه، انسان. خب اینم تا اینجا از این روایات، یه مقداری از بحثای نگاه و اینها و روایاتش میمونه که انشالله جلسه بعد میخونم و اون روایت خاصمونو که از حضرت عبدالعظیمه، اونم انشالله جلسه بعد اگه خدا متعال توفیق بده عرض میکنم، که روایت جالبی است و خیلی درخور توجه و نکات خیلی خوبی داره. ان شاء الله برسیم اونم عرض می‌کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهری.